عزیزان ما که تازه به دیدار صبح پیوستن، صبحتان پر نور باد. بسیار تشکر از حضور همراهی گرمتان که دنبال میکنین دیدار صبح را که ویژه روز نوروز است و امروز روز دوم و جشن دهقان. چقدر خوب میشه که یک نهال برای خود ما و یک نهال به خاطر سرسبزی جامعه و کشور ما غرس نماییم و این مسئولیت ماست. مهماندار هستیم حضور جناب استاد احمد خالد کریمی با همراهانشان نصرالله لنگری، جلال احمد حاجی زاده که ورزش میکنن در بخش مبارزات آزاد. با خودمون بیشتر در رابطه با ورزش را صحبت می داشته باشیم. صبحتون بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین. صبح شما بخیر. سلام عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز و خدمت کارگران شما. تشکر، سلامت باشین. جناب لنگری صبح شما هم بخیر. صبح شما بخیر. سلام عرض ادب خدمت کسان که ما را اکنون بیننده هستن و سال 1399 را نیز برای شما و تمام امید که یک سال انشاءالله سلامت باشین. حاجی زاده صبحتون بخیر و نوروزتون مبارک باشه. صبح شما بخیر. صبح تمام بینندگان بخیر. نوروز شما مبارک. مهربان هستین شما. سلامت. جناب کریمی چه مدت زمان میشه شما ورزش میکنین؟ از ما تقریبا مدت 10 سال میشه که ورزش. 10 سال میشه. بله 10 سال میشه. خب کدام کمربند را دارین؟ ولی ما مبارزات آزاد کمربند مشخص نداره، کمربند قهرمانی داره البته. مثل خب. از اینا که قهرمانی شما حائز کمربند قهرمانی هم شدید. بله، ما 5 سال میشد که مربی تمرین میکردم و حالا 5 سال میشه که مربیگری میکنم. خب فعلا مربی هستم. در دورانی که فایتر بودم و تمرین میکردم دستاورد خوبی دارم، تو کمربند دارم و یکی البته داخلی و یکی خارجی البته دارم. باز چه انگیزه سبب شد که مبارزات آزاد را برای خود انتخاب کردی؟ برای مبارزات آزاد امروز که متوجه باشین در تمام جهان مطرح است، چون جمع بیننده می مبارزات آزاد است. خطرات خود هم داره. خطرات خود هم داره ولی و مشتی خوبی است البته. تمام ترکیبات در استفاده شده، تمام چیزهای تمام کامل است البته. چند سال خودتان تمرین کردین که باز مربی شدین؟ ما مدت 5 سال خود ما تمرین کردیم که 2.5 سال در کشور تایلند بودیم البته، که البته علمی و آموزشی و اونجا آموختیم. بسیار خوب. آقای لنگری چه مدت زمان میشه شما ورزش میکنید؟ از خودم مدت 4 سال میشه که مبارزات آزاد تحت نظر استاد احمد خالد کریمی پیش میاد. بسیار خوب. از جمع شاگردشان هستین. و حاجی زاده شما؟ از من مدت 4 سال میشه تحت نظر استاد قهرمان احمد خالد کریمی تمرین میکنم. بعد 4 سال 14 مسابقه کردم که باخت ندارم. خب تا این سالها که شما مربی بودین دستاوردهایتان چی بوده؟ در سه قهرمانی که الحمدلله همیشه در مسابقه که ما اشتراک کردیم دستپرو برگشتیم و نگفتنمان که هر قهرمان بردیم تا حالا باخت نداشتیم. ما همیشه دست بالا پیروز بردیم و قهرمانایی است که ما هیچ باخت نداشتیم. نه خیر، نه هیچ باخت نداشتیم و تمام دوستا و تمام بیندا شاید باشند که دیگر مسابقه های بهترین مسابقه های حرفه‌ای اینا کردن. مسابقه های خارجی رفتیم ما و اینا هم رفتن. خب شخصا شما کدام کشورها سفر داشتین و مسابقه؟ در این مسابقه که ما در پیش در گذشته که داشتیم ما کشور ایران داشتیم که البته هر سی ما اشتراک کردیم، هر سی ما مسابقه کردیم و هر سی ما با دستپر با کمربند آوردیم در کشور و از طرف دولتمندان ما تو استقبال هم نشدیم، ما تو زنده که تقدیر هم نشدیم. در شروع سال گلایه هم داریم ریاست اجرایه یک تقدیر ما کردن، اما دیگر ارگان های دولتی که تقدیر ما نکردن و اینا همچنان. آقای لنگری شما چند مسابقه داشتین داخل مرزی؟ داخلی 13 مسابقه و 2 مسابقه خارجی داشتم که امی آخرین مسابقه 29 فبروری بود که در پاکستان بود که تانستم در هم دوری فرند نکاوت کنم. این در سال 1398 بود؟ بله، 29 فبروری دیگه سال 2020. بسیار خوب. فقط یک مسابقه داشتین؟ در امی آخرین مسابقه دیگه 16 مسابقه کردیم که در کل 16 مسابقه کردیم. بله. بیرون از کشور بوده؟ 2 مسابقهش بیرون از کشور و 14 تای دیگهش داخل از کشور. همیشه برنده بودین یا باختم بله. داشتین؟ نه خیلی نه، کوشای خود ما و استاد ما اید باخت نکنیم. آقای حاجی زاده چرا مبارزات آزاد را بر خود انتخاب کردیم؟ به خاطر که رشته مبارزات آزاد یک رشته تکمیلی است، از تمام رشته ها گرفته شده و تا رشته این است که قید باشه ما در این رشته میتونیم از تمام حرکات استفاده کنیم. کدام رشته ها شامل در مبارزات آزاد است که شما گفتین؟ تمام رشته های رزمی میتونیم از دست پای استفاده کنیم، کیک استفاده کنیم، ما استفاده تمام رشته هایی که هست میتونیم استفاده کنیم در رشته. از نامش پیداست مبارزات آزاد. مبارزات آزاد. هیچ نوع ممنوعیتی وجود نداره. نه خیر نه.
جناب کریمی 1398 برای شما چگونه سپری شد؟ حالا سال خوبی بود دیگه، خوب سال خوشایند و سال خوب بود. آرزو داریم که سال 99 هم یک سال خوب داشته باشیم. حالا خوشیش در چه بود؟ شما دستاورد داشتین؟ بله، دستاورد داشتیم، سفر هم داشتیم و خاطرهای خوبی هم داشتیم. در این سفر، سفر با ایران بود، پاکستان بود، این سال 98 و دستاوردهای خوبی بود که به افغانستان ما کمایی کردیم. البته جلال جان، نصر جان، قهرمانای حرفه‌ای ماست که البته نگفته نمانه. اینا خردترین فایتر جهان گفته میشه، به اینکه تال در شیردا که تو یک فایتر نیست که در سن 15 سالگی یعنی سن معیار است، بسیار مهمه. در 18 سالگی باید پروفشنال برن اینا، اما اینا در 15 سالگی در شیردا ثبت شدن و در افغانستان نه که در جهان یک افتخار بزرگ است که اگه بچه با سن 15 سالگی در پروفشنال با حریف 24 سالش، البته که حریف خودش وزن 7 کیلو بالا بود و سنم بزرگ بود و آقای لنگری برنده هم برنده شد و این یک برنده بسیار بزرگ بود برای افغانستانی. تو چیز نبود که کلب به کلب، مسابقه بسیار رسمی بود که در شیرداغ و در صفحه اینترنتی ثبت شد و تا رسانه پاکستان هم ما را بسیار در بخشش پوشش دادند در رسانه. اما داخل افغانستان صحبت داشتیم که تقدیر و تشویق صورت نگرفت واقعا. بله. در رابطه با این کمربنده اگر صحبت داشته باشین از خود شما و از بچه ها. البته ما کمربندای من نوردیم دیگه، چیز است یعنی زیاد است. بله، دو دانه کمربند من خودم دارم و تقدیر نامای خوبم دارم پیش ما تال نوردیم اونا رو دیگه، ما از قهرمانای ما را آوردیم دیگه. این بایسه خب میشه صحبت داشته باشین در رابطه با کمربند آقای حاجی زاده و آقای لنگری. خب این کمربند است که در ولایت چندین ولایت ها اشتراک میکنه، در ولایت کاپیسا. البته با عریف شاذر نشد در مقابلش، کمربند آقای خود ساخته جلال احمد حاجی زاده و همچنان یک کمربند دیگه است که در کشور ایران به مسابقه خب بین پانتا و چانس آوردن که داخل رنگ هم نشدن ولی واقعا عریفش هم فهمیدن که میتونه از ما کمربند بگیره، از اینکه خود گوشه زدن حاضر نشدن در مقابلش نشدن. ولی و این کمربند چیزیش که در کشور ایران گرفتن، در استریت فایت بین 15 کشور برگزار شد. بله. که البته دو حریف خارجیش از سال 2019 هم است. بله، ناکاوت کرد و یکشم با حریف پاکستانی برگ چیز شد که الحمدلله تمام است که کمربند از آن خود نماید و همچنان نصرت الله لنگری هم و کمربند کشور ایران با حریف ایرانی مبارزه کرد و پیروز شد. لوح تندیس و کپ هایی که روی میز است؟ اینا همچنان از داخلی هستن که میشه از خودشان در ای باره. خوب است، میشه خود آقای لنگری صحبت داشته باشن. این تندیس شیک هست در این مسابقه آخر از پاکستان توانستم بزرز بیارم و این کپ ها هم در این مسابقه های داخلی که در سازمان های مختلف برگزار شده بود توانستم کسب کنم. بله، و از آقای حاجی زاده کدام ها است و در کدام مسابقات به دست آورده؟ او کمربند از مسابقات ولایت کاپیسا به دست آوردم. یک کمربند هم از مسابقات که در کشور ایران برگزار شده بود و کپ که هست او مسابقه آخر هم در تلویزیون تری سپورت بود که حریف مرا چلنج داده بود، توانستم در اون نکاوتش کنم و این کپ به دست آوردم و دیگه از این مسابقات داخلی هستن. بسیار خوب، برنامه های شما برای 1399 چیست؟ انشاءالله بخیر، برنامه های واسه پیش روی داریم، پلانش داریم که بخیر 11 اپریل که مصادف میشه به عبد عمل، انشاءالله در کشور پاکستان هم رای عریف پاکستانی جوره شدیم بخیر که عبدی عمل بخیر مسابقه ما سده که آماده گرفتیم، ببینیم که چی میشه. انشاءالله که موفق شدیم. برنامه های شما؟ برنامه ما تافیم بخاطر تازه مسابقه تیر شده، تافیل تاریخ بعدی مسابقه معلوم نیست و به امکان زیاد شاید با بهترین فایتر پاکستان در بهترین سازمان جوره شم و دمی نزدیکی ها تاریخش انشاءالله معلوم نیست. اولا خب ویروس و کرونا انشاءالله که محو نابود شد. تمرینات شما هم مطمئنا جناب کریمی به توفیق افتاده یا نه نرمال جریان داره ادامه داره چه رقم؟ والا از خودم یک مشکلات بزرگ آمده که می کووید 19 یا کرونا بسیار به مردم یک نگران بزرگ است. ما فعلا خوب می ورزشگاه را توقف دادیم به دلیل از اینکه خدای نخواسته صحت مهم است. دقیقاً. با خود ورزش به خاطر صحت و سلامتی است. صرف ما می قهرمان های خود هستش کار میکنم، اما قدر زحمت خودم میکشم دیگه باشگاه کلاب ورزشی بند است. خب از خودتون صحبت داشته باشین، برنامه های مشخصتون برای 1399 چیست؟ انشالله ما پلان های خوبی داریم روی دست که انشالله کار کنیم و بیشتر بدرخشیم و روی قهرمان های ما زحمت میکشیم که تا خوب بدرخشم و همچنان من خودم هم تصمیم دارم که در بعض مسابقه ها بخیر انشالله
تمرین کنم و مربی. البته دو کلاب ورزشی دارم، در دوش مصروف هستم، نمیتونم که البته یک مربی که مصروف شد باز خودش از مسابقات و بعض چیزا میمونه، تمرینات و بعضی تلاشش این بچه ها زیادتر باید باشه، تمامش فکرش بالای قهرمان سازی میباشه. که چند شاگرد دارین شما؟ ما خود دو کلاب ورزشی اکادمی ورزشی داریم، البته هر کدامش متفاوت است. یکش 500 فامیلی است، خیرخانه، که در اونجا مدت 60 شاگرد داریم. در تایمنیم است مدت یک تایم ورزشی داریم که مدت اینجا هم 40 نفر. خانم علاقه مند هستن به مبارزات آزاد یا نه؟ بسیار محدود، بسیار کم علاقه مند هستن که اشتراک کنن دیگه، اما زمینه برای اونا جای مساعد نیست که فقط نبود جای است؟ نبود جای است. یا حراس دارن از مبارزات آزاد؟ نه، بعض بانو هم از بعض خانم ها هست که بسیار شجاع می باشه، بسیار چی می باشه. بدون شک خانم ها شجاع هستند. شجاع هستن. سلامت باشین، پیام و گفتنی خاص اگر داشته باشین در خدمت. زنده باشین، تشکر امی که دعوت کردین ما را. یک جان سپاس. آرزو داریم که همگی از اخلاق ورزشی کار بگیرن. ورزش یعنی اخلاق، ورزش یعنی یک روش نیک. آرزو داریم که می ورزش به صورت درست انشاءالله انجام بده تمام قهرمانای ما، تمام ورزشکارای ما و خصوصا مبارزات آزاد، به خاطر صحت و سلامتی باشن و به خاطر زور آزمایی دیگه. وقت دقیقاً سلامت، سال نو خوب خوش براتون تمنا دارم.